بعد امام صادق فرمود سدیر اگه این کار رو کردی، همین یه جمله. این که میگم دستگاه امام حسین عجیب و غریبه و ادبیاتی که برای دستگاه سید الشهدا به وجود اومده تو دین ما و روایات اهل بیت فوق‌العاده است. امام صادق فرمود همین یه جمله رو اگر گفتی ثواب یک حج رو برات می‌نویسن. تو این روایت داره ثواب یک حج، تو روایات دیگری هست ثواب گاهی موقع داره 100 حج تا 1000 حج به تناسب معرفت شخص زائر. تعداد حجی که برای آدم می‌نویسن میره بالا. من اینو تو پرانتز عرض بکنم بحثمو جمع بکنم. میدونید برای چی حج رو شاخص گرفتن؟ گفتن زیارت ثواب یه حج، 10 حج، 100 حج، 1000 حج. چرا حج رو شاخص ثواب قرار دادن؟ چرا نگفتن اگه یه زیارت سید الشهدا بکنی به اندازه 2 ماه روزه است، به اندازه 100 رکعت نمازه؟ چرا گفتن به اندازه فلان مقدار حجه؟ این شاید وجهش این باشه که از جامع ترین عبادات در اسلام حجه. حج از جامع ترین عباداته، عبادتی است هم مالی، پول آدم باید خرج کنه، هم بدنی. مثل نماز نیست که فقط بدنیه، جسم فقط باید بالا پایین بره، هم مالی است هم بدنی، هم فراداست، فردی است هم اجتماعی، هم عرفانی است هم حماسی و اجتماعی. یعنی همه چی توش هست، همه چی تو حج هست. انقدر هم خاصیت و ویتامین زیاده که تو کل عمر یه بار بیشتر واجب نشده. یعنی تو یه بار انجام بدی تا آخر عمر شارژ، یه بار انجام بدی ویتامینش برات میمونه، خاصیتش هست. تو حج شما وقتی وارد میشید، اونایی که حج تمتع مشرف شدن، به محض اینکه لبیک میگن محرم میشن، باران تکالیف خدا میباره. این کارو بکن اون کار، محرم که میشه اینجوری دیگه، چندین چیز بر آدم حرام میشه. تو آینه نگاه نکن، بدن تو خون ننداز، گیاهی رو از حرم نکن، حیوانی رو نکش، بلو پشه‌ای رو نکش، کفشت رو برای مرد رو بسته نباشه، کفش لباس دوخته نباشه. الله اکبر، با کفش و لباس آدم هم کار دارن. چقدر ریز شده خدا، خدا اونجا چقدر ریز شده، چقدر ریز. این که باران تکالیف خدا میباره رو آدم تو اونجا، میدونی یعنی چی؟ یعنی باران رحمت خدا. خدا به بره ها تکلیف نمیفرسته، با آدم ها تکلیف میفرسته. یعنی با تو من کار دارم که اینقدر دوش داری میگیری زیر تکالیف من. وقتی آدم حجش رو انجام میده، از احرام میاد بیرون، گویی از عرش افتاده پایین، به خصوص اون روزای اول حاجی، از عرش افتاده پایین، گویی معراج رفته برگشته. خیلی نورانیت داره حج. خب حالا شما نگاه کنید، زیارت سید و شهدا گاهی موقع تا 1000 حج برای آدم مینویسه، حجی که انقدر خاصیت داره. اون وقت من چیز عجیب تری خدمتتون عرض بکنم، تقاضا میکنم آخر جلسه از خیلی دقت بفرمایید. ثواب حجی که برای ما مینویسن تو زیارت سید و شهدا، نه حج معمولی، ثواب حج پیغمبر رو داره که براتون مینویسن. ثواب حج پیغمبر، الله اکبر. پیغمبر نشسته بود، امام حسین کوچیک بود، کودک بود، اومد تو بغلش، با ملاتفت میبوسیدش، بازی میکرد باهاش. پیغمبر با امام حسین یه جور دیگری بود. عایشه با تعجب گفت یا رسول الله، شما نسبت به این بچه یه جور دیگه اید. پیغمبر فرمود میوه دلمه، نور چشممه. بعد عشق ریخت، گفت اما بعضی از افراد امتم به ظلم او رو به شهادت میرسونن. بعد فرمود که کسی اگر بعد از شهادتش او رو زیارت بکنه، ثواب یک حج از حجای من رو تو نامه عملش می‌نویسن. ثواب یک از حجای من. عایشه با تعجب گفت ثواب حج شما رو می‌نویسن، یه حج؟ پیغمبر فرمود 2 حج از حجای من، 2 حج از حجای شما. فرمود 4 حج از حجای من. میگفت پیغمبر رفت تا 90 حج، 90 حج از حجای من رو براش می‌نویسن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رو. ایشون میگفت میدونید یعنی چی؟ اینو تو خصائص الحسینیه داره. میگفت میدونید یعنی چی؟ این یعنی این که همه ماها میفهمیم اعمال ما تو نامه عمل خودمون، ای چه بسا خدای نکرده ممکنه یه موقعهایی حبط بشه، یعنی بعضی از اعمال بد بزنه بعضی از اعمال خوب رو پاک بکنه، حبط بشه، درست؟
اما این حجی که از پیغمبر تو نامه عملتون می‌نویسن هیچ موقع حبط نمیشه. چرا؟ چون اعمال ما ممکنه حبط بشه، اما عمل پیغمبر که حبط نمیشه. اعمال ما ممکنه دچار حبط بشه، پاک بکنن با بعضی از گناهان بسوزونن. یه غیبت آدم بکنه ممکنه خیلی از اعمال خوبش بسوزه، اما اعمال خوب من میسوزه، عمل پیغمبر که نمیسوزه. اونو تو نامه عملت نوشتن، اونو نوشتن تو نامه عملت. انشالله که از این زیارت ها داشته باشید، سعی بکنید این سفره ای رو که پهن شده آدم از دست نده، ادامه بده خودش. دهه های سوم و چهارم چه حالاتی تو دهه اول و دوم گیرش میاد، بعدی هم بتونه انشالله برای خودش ادامه بده با این زیارت های هر روز. ولو یه جمله کوتاه همونجوری که خدمتتون عرض کردم، انشالله در اثر همین هاست آدم بتونه جواب سلام هم بگیره. عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.